اخراج بیش از 1100 مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز. متقی: در 1.5 سال پسین مرکزهای داعش در افغانستان نابود شدند. منابع اطلاعاتی امریکا تایید کردند که حملات انتحاری در کرمان ایران کار داعش خراسان بود و همچنان در پایان. شمال متحد به طرف تعزیه نزدیک است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در ادامه اخراج مهاجران بدون مدرک از پاکستان 1138 مهاجر افغانستان روز گذشته یعنی 14 جدی از این کشور اخراج شدند. یک روز پیش از آن نزدیک به 700 تن از مهاجر افغانستان از این کشور اخراج شدند. این مهاجران از طریق گذرگاه های مرزی سپین بولک و تورخم وارد کشور شدند. آمارهای رسانه های پاکستان نشان می دهد که در بیش از 2 ماه گذشته 459,184 مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شدند. طالبان گفتند که از زمان آغاز اخراج مهاجران تا اکنون حداقل 800,000 مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شدند. در همین حال عبدالجبار تخاری مسئول کنسولگری طالبان در کراچی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که 89 شهروند افغانستان از زندان در ایالت سند پاکستان آزاد شدند. او گفت که این افراد از طریق گذرگاه چمن به افغانستان منتقل شدند. به گفته او 279 شهروند افغانستان همچنان در زندان‌های پاکستان زندانی هستند. متقی: در 1.5 سال پس این مرکزهای داعش در افغانستان نابود شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا میکند که در حاکمیت طالبان در 1.5 سال پس این همه مرکزهای داعش در افغانستان نابود شدند که به گفته او در حال حاضر در افغانستان هیچ رویداد جنگی وجود ندارد. به تازگی وزارت خارجه طالبان یک سخنرانی آقای متقی را از سفر اخیرش پخش کرده است که در آن او همچنان ادعا کرده است که در میان وزیران، معینان و والیان آنان نمایندگان همه مردم افغانستان از هر قوم شامل هستند. با این همه میان گفته های آقای متقی و وضعیت حاکم در افغانستان چی اندازه تفاوت وجود دارد؟ در حالی که آمارهای مجموعی گزارش های سیمایی ملل متحد نشان می دهد از نوامبر 2022 تا نوامبر 2023 شاخه خراسان داعش 40 حمله در افغانستان انجام داده و در 65 مورد هم جبهه های مخالف طالبان به شمول جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی و جنبش آزادی افغانستان حمله هایی را در برابر طالبان انجام دادند. اما امیرخان متقی در این سخنرانی که تازه پخش شده ظاهر از حضور و فعالیت داعش و همچنان جبهه های نظامی مخالف طالبان انکار میکند. منابع اطلاعاتی امریکا تایید کردند که عملات انتحاری در کرمان ایران کار داعش خراسان بود. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که سازمانهای اطلاعاتی امریکا تایید کردند که انفجارهای مرگبار در کرمان ایران کار شاخه داعش مستقر در افغانستان بوده است. یکی از این دو منبع گفت این اطلاعات بسیار روشن و غیر قابل انکار است. این منابع به شرط عدم افشای هویتشان گفته است که سازمانهای اطلاعاتی امریکا بر اساس ترست ارتباطات به این اطلاعات دست یافتند. حمله بر یک بازگاه طالبان در کاپیسا، جبهه آزادی میگوید دو جنگجوی طالب را کشته است. جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که در پی حمله تهاجمی نیروهایش بر یک بازگاه طالبان در کاپیسا دو جنگجوی طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شده است. این حمله ساعت 2:35 شنبه شب 14 جدی بر یک بازگاه طالبان که در کنار مکتب متوسطه جلدک از مربوطات اولسولی 3 اول کوهستان قرار دارد انجام شده است. باشندگان محل وقوع درگیری را تایید میکنند اما در مورد تلفات آن چیزی نمیدانند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که جبهه مقاومت ملی افغانستان هم در صفحه رسمی اکس خود چنین بیانیه‌ای داده است. در حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی در بدخشان 5 طالب کشته و زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی حملات را در ولایات بغلان و بدخشان بر طالبان تروریست انجام دادند که در نتیجه آن 2 طالب تروریست هلاک و 3 تروریست دیگر زخمی شده است. آیا انفجارها در کرمان ایران کار اسرائیل است؟ شهر کرمان ایران روز چهارشنبه 13 جدی گواهی دو حمله مرگبار تروریستی بود. حمله هایی که 100 کشته و نزدیک به 200 زخمی بر جای گذاشت و پس از یک روز تأخیر مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت. حمله زمان صورت گرفت که شهروندان کرمان به مناسبت 4 سال روز ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیک محل دفن وی تجمع کرده بودند. وقوع این دو حمله زیاد واکنش برانگیز شد تا جایی که ایالات متحده با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد، کشوری که با اسرائیل در مزان اتهام قرار دارد. این حمله از دو جهت با واکنش‌های زیاد مواجه شد. اول اینکه این گونه حملات با این حجم تلفات در ایران پیشینه ندارد و یا کمتر دارد.
دوم این که قربانیان حمله مردم ملکی هستند که به قصد انجام کار خاصی در جای گرد آمده بودند. با آنکه داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است، ولی با توجه به پیچیدگی حمله و بازه زمانی آن، تصور غالب در ایران طراحی و اجرای آن را به اسرائیل و آمریکا نسبت می‌دهند، تصویری که از سوی متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رد شد. آمریکا به هیچ وجه درگیر این موضوع نبوده است و هر گونه ارجاع به آن برخلاف واقع و مضحک است. ما دلیل نداریم که باور کنیم اسرائیل نیز در این امر دخیل باشد. ارزیابی ما هم این را تایید میکند که کار داعش است. حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در پارلمان ایران به وضعیت اظهار داشت. همان طور که زور اسرائیل به حماس نمیرسد و از زنان و کودکان را میکشد، امروز نیز عوامل اسرائیل دست به این جنایت زدن و نشان دادند که از زائران حاج قاسم نیز وحشت دارند. همین در عباس کعبی عضو هیئت رئیسی مجلس خبرگان رهبری اسرائیل را در طراحی حمله متهم کرده و گفت اسرائیل طوفان الاقصی را مجاهدت سلیمانی میداند که چگونه این جریانات اسلامی را تجهیز کرد و همه اکنون این رژیم در حال زوال و پایان است. البته واکنش مقامهای بلند رتبه جمهوری اسلامی طور است که تیر اتهام را به گونه روشن به سوی اسرائیل و امریکا نشانه نمیگیرند. البته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز جمعه 15 جدی در مراسم تشییع جانباختگان به گونه تلویحی اسرائیل را به دست داشتن در حمله متهم کرد. پشتیبانی مردم از جمهوری اسلامی دشمن را به استحصال کشانده است. به دلیل این درماندگی است که دشمن مردم بیگناه را میکشد و در غزه زنان و کودکان را میکشد. اگر دقت شود خطاب آقای رئیسی دقیقاً به اسرائیل است تا گروه داعش، در حالی که میتواند کار این گروه باشد، چون نسبت داعش با شیعیان به ویژه جمهوری اسلامی که خود را نماینده دام الاختیار آنان در جهان میداند روشن است. دشمنی چیزی که دست داشتن داعش در حمله به کرمان را تقویت میکند مناسبت است که مردم به خاطر آن گرد آمدند. سال روز ترور قاسم سلیمانی. سلیمانی کسی بود که به نمایندگی از جمهوری اسلامی در جنگ علیه داعش در عراق و سوریه حضور داشت، حضوری که منجر به ایجاد گروه 8 دلشعبی در بغداد و استقرار نظامیان ایران زیر نام مستشار نظامی در دمشق شد. حمله در سال روز ترور سلیمانیان هم در زادگاه و محل دفن و منادار به نظر می خورد و می تواند کار داعش باشد. جمهوری اسلامی هنوز برای افشای هویت عاملان حمله به عینه رسمی نشان نکرده است، ولی آنچه روشن است این که اگر مقامهای جمهوری اسلامی دریابند که حمله از سوی داعش انجام شده است، باز هم احتمال دخالت اسرائیل و آمریکا را انکار نمیکنند. برای نمونه احمد وحیدی وزیر داخلی ایران دو روز پس از حمله طور صحبت کرد که داعش اسرائیل هر دو در معرض اتهام قرار میگیرند. امروز کار در کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی است و با قدرت و سرعت عمل با جریانات تروریستی که مورد حمایت رژیم‌های تروریست پرور هستند برخورد می‌شود. در اینجا داعش جریان تروریستی است و اسرائیل و آمریکا به قول او می‌توانند رژیم‌های تروریست پرور باشند، یا هم غلام حسین غریب پرور. جانشین فرمانده کل سپاه در اظهارات داعش را ساخته دست آمریکا خواندن و گفته است داعش که مسئولیت انفجارهای کرمان را بر عهده گرفته است دست پرورده آمریکا است و در قد قواره نیست که به آن پیام بدهیم. این تحلیل بسیار مهم را می توانید در ویدیوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.